در مورد استفاده از وریبل ها یا متغیر ها در سس میخوام صحبت بکنیم. اگر نگاه بکنید من اینجا اگر فونت کوچیک بزرگ میکنم این کامند لاین رو نوشتم سس داش داش واچ chapter 4 که این فولدر ما هست. اینجا گفتم هر فایلی که ما اینجا به اسم سس داریم که از اینجا شروع میشه تا اینجا بگیر برای من چیکار بکن، به CSS تبدیل بکن. گفت اوکی چشم، اینم 4 تا فایل برات درست کردم یا نوشتم وسط و الانم دارم چیکار میکنم. listen will be pulling the changes یعنی چی دیگه؟ الان من سس رو آپدیت کردم از گیت هاب و گفتش که دارم الان گوش میدم یا دارم میبینم واچ میکنم که اگر اتفاقی افتاد عوضش بکنم. خب من اینو میذارم پایین و میریم به سراغ سس فایلمون. اینجا در مورد متغیرها میخوایم صحبت بکنیم. گفتم بهتون متغیرها توی less با @sign بود، ولی اینجا توی سس اگر لنگویج توی سابلایم تکست، این تکست ادیتوری هستی که به نظر من پیشنهاد میکنم دانلود بکنید، مثل نت میز میمونه، خیلی خوبه تکست ادیتورش. اینجا لنگویجش رو میتونید انتخاب بکنید. مثلا اینجا لنگویجی که من انتخاب کردم سس هست و اینجا یه پکت به نام کامند پلت داره که این کامند پلت رو بزنید، پکیج اینستال پکیج میبینید، این رو اینستال پکیج رو بزنید، پکیجایی رو که توی گیت هاب هست اگر به اینترنت وصل شده باشید رو میتونید بگیرید. مثلا من اینجا میزنم سس، میبینید چقدر پکیج به من میده. تمام دیولپرها دارن با این تکست ادیتور کار میکنن که چیزش بدن، رونقش بدن. پس این میبینید که الان ما یه کالاری داریم به اسم نیوی و این کالار ما مای کالار یک کالار 000080 دادیم، 000080. و در مورد متغیرها همونجوری که تو هر چی توی لست داره توی سس هم هست. استرینگ داریم، هکسی دسیمال میتونید بدید، میتونید اسم بدید، میتونید نیومریک ولیو بدید، میتونید مولتی ولیو بدید. مولتی ولیو اینجوریه، میبینید میتونید اینجوری بدید و اینجا ازش استفاده کردیم. حالا ما اینو اگر سیو بکنیم و بریم اینجا مثلا یه دونه از این من نیو ویندوز باز بکنم اینجا و این رو کوچیک بکنم که شما ببینید و اینجا من کنترل آلت بذارید میرم کنترل بی رو میزنم اینجا. خب اینجا خوب نشون نمیده، بعد بریم از توی لوکال هاست ما درش بیاریم یا اینجا میتونیم چیکار بکنیم، کماند شیفت آر رو بزنیم. خب اب نداره. خب میریم لوکال هاستمون، لوکال هاست دنبال پکیجی هستم توی سابلایم تکست که لایو پریویو داشته باشه، یعنی وقتی که من دارم کدم اجرا میکنم از این بغل بتونیم ببینیم. یه چیزی مثل اینسپکت المنت اینجا. ولی خب فعلا تا اون پکیج رو پیدا بکنم با هم دیگه CSS سس و لس رو پیدا میکنیم و اینجا این رو میاریم بالا. نگاه بکنید الان اون استایل هایی رو که من دادم بهش اینجا اپلای شده. یه مقدارم این رو کوچیک‌تر میکنم که شما این بغل بتونید ببینید، هر جفتش رو با هم ببینید. من ریفرش میکنم. خب مثلا من این نیوی رو الان بذارم گرین. خب سیف که بکنم این رو بیام اینجا و حالا آر رو بزنیم اینجا. نگاه بکنید میبینید که سبز شد. یا مثلا میتونید این رنگ این رو بذارید مثلا 4B فکر میکنم همین ولی اوکی باشه. و اینجا کامند شیفت آر رو میزنیم که اینجا میبینید که رنگی رو عوض نکردیم، مثلا میذاریم اینجا کالرهای هکسی دسیمال دیگه، مثلا FF8000. این فکر کنم یه رنگ نارنجی رنگی بوده. حالا اونایی که چیز کار کردن 8000 درست نوشتیم. بله خب میبینید که از این کالر دو من کجا استفاده کردم؟ هیچ جا الحمدلله. ولی خب تنها این چیزی که من اینجا میتونید استفاده بکنید مثلا این دو رو اینجا عوض بکنیم و اینجا آر رو بزنیم. الان ببینید که رنگ نارنجی رنگ میده. میبینید که این استرینگ ها رو این وریبل ها رو ما توی سس میذاریم، ولی تنها نکته که توی این ویدیو خواستم بگم این که وریبل ها توی سس با $sign شروع میشه، برعکس less که با @ sign شروع میشه.